رادیوی شما برنامه تئوتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکن تقدیم میگردد. در سودی با شما سابرین اکرم و کارگردان اسماعیل جان خوف میباشه. اینک امروز در برنامه ما تماشا کنید. قرار رئیس شهری پنجکن در باره دعوت نمودن اجلاسی هشتم مجلس وکیلان خلق شهری پنجکن دعوت ششم. مطابق ماده های 12، 19 و 20 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان در باره مقامات محلی حکومت دولتی قرار میکنم. اجلاسی هشتم مجلس وکیلان خلق شهری پنجکن دعوتی ششم روز 30 سپتامبر سال 2021 ساعت 9 در بنای مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجکن دعوت کرده شود. بر روزنامه اجلاسی هشتم مجلس وکیلان خلق شهری پنجکن دعوت ششم مسئله های زیرین پیشنهاد کرده شوند. در باره اعتراف نمودن وکالت وکیل مجلس وکیلان خلق شهری پنجکن دعوت ششم از حوزه انتخاباتی و شمی 4. در باره تامین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سنه 1 ایون سال 2021 تحت رقم 187 در باره استراتژی مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025. حسابات کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر اوید با مساله های علم، فرهنگ، سیاست جوانان، حفظ اجتماعی، صحتی عامه، حفظ طبیعت، مسائل اویلا و جوانان. حسابات وکیل از حوزه انتخاباتی خرم‌آباد 13 با طرف غفور جان اوید با فعالیت وکیلیش. در باره وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قرار مجلس وکیلان خلق شهری پنجکن از سنه 12 مارس سال 2021 تحت رقم 14 در باره هیئت کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر اوید به مساله های علم، معارف، فرهنگ، سیاست جوانان، حفظ اجتماعی، صحتی عامه، حفظ طبیعت، مسائل اویلا و زنان. تصدیق فهرست کارخانه مؤسسه های مالکیت کمونالی شهر پنجکن. تصدیق قرارهای رئیس شهری پنجکن. نظارت اجرای قرار مذکور به ذمه رهبر دستگاه رئیس شهری پنجکن طاهرزاده صنعت واگذار کرده شود. رئیس شهری پنجکن عبدالخالق خالقزاده. در تالار خود مقامات اجرای حکومت دولتی شهر مجلس نوبتی هفته اینا برگزار گردید که در آن یک چند مساله شهر و شهرداری مورد محاکمه قرار گرفتند. در مجلس هفتنی مقامات اجرای حکومت دولتی که اون تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برگزار شد، نخست مسئله دولت جوان به ارتش ملی جدی محاکمه شد. تاکید گردید که این معرکه نه تنها معرکه مهم سیاسی بلکه معرکه ننگ و ناموس وطن و وطنداری است. باید تدبیرها راه اندازی شوند که آنها برای استفاده امکانیت های موجوده جهتی سفر برنمودن فرزندان غیر و ناترس به خدمت مادروطن مساعدت نمایند. هر یک رهبر، هر یک پدر و مادر، هر یک شهروند باید احساس نمود که وطن عزیز تاجیکستان را با جز خود ما دیگر کسی حفظ نخواهد کرد، خاصه امروز که وضع منطقه متشنج است. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از مقدار عمومی نقشه معین شده دعوت ترمای جوانان که 356 نفر معین شده سخن راند، گفت که تا سنه 27 سپتامبر با قید گرفتن همگی 86 نفر دعوت شونده دلیل با آن فکر بوده است که امکانات موجوده پر استفاده نشده و مسئولیت قسم مسئولان این معرکه در سطح ضروری قرار ندارد. بعدا در مجلس معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده سخن گفته، از رفع اجرای بندهای پروتکل مجلس هفتوار از 20 سپتامبر سال روان اخبارات داد. در برآمد معاونان رئیس شهر شوکت بابازاده و خسرت دوستبایزاده نیز اطراف اجرای سپارشی پروتکل مجلس گذشته که نظارت رفت اجرای آن به این نفران نیز واگذار شده بود سخن رفت. رئیس شهر اجرای هر یک بند سپارشی پروتکل را با دقت شنیده در یک وقت بعضی ایرادات خود را از کشال یافتن اجرای بعضی سپارشی ها بیان می داشت. در مجلس مسائل آمادگی به موسم زمستان، استفاده زمین های ذخیروی، غنی ساختن بودجه، جمع‌آوری زراعت های کشاورزی از جمله شالی و کارتوشکا، تازگی آبادی شهر، منع نمودن سودا در خانه های مردم، برطرف نمودن سگ های دیدو و چند مسئله دیگر نیز مورد محاکمه قرار گرفت و در نزد رهبران وظیفه گذاری کرده شد. در خاتمه جلسه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده رهبران را در همه سطح وظیفه دار نمود که برای اجرای سپارش های نان شده بیشتر مسئولیت احساس نمایند و فرمایش نسازند که
اونها خدمتچی دولتیان و خدمتچی دولتی باید نسبت به دیگران بیشتر مسئولیت احساس نماید. یزدان خلمانوف، اسمان خلوف از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر. چی تبری که اطلاع داده بودیم، گروهی کارمندانی مسئول جماعتهای دهات از منطقه های مختلف جمهوری در شهر پنجکند از کورس تکمیل اختصاص گذاشتند. بعد انجام مشغولیت به آنها در وضعیت تندنوی گواهنامه سپاریده شد. در روز دوم کورس بازآموزی که با تشبث اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در همکاری با اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روی برنامه نقش جماعت‌های شهرک و دهات در رشد اجتماعی اقتصادی محل تشکیل گردیده بود، رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات شهر پنجکند نوحیه‌های عبدالرحمن جامی و روشان از جماعت دهات خلیفه حسن جمعیت دارای مسئولیتش محدود شیراز دیده نموده از فعالیت کارخانه از نزدیک شناس شدند. در این جماعت مهمانان همچنین از گرمخانه ابراهیموف جمعبای بازدید به عمل آوردند. سپس مهمانان از فعالیت کارمندان جماعت دهات خلیفه حسن شناس شدند. رئیس جماعت دهات خلیفه حسن خوشوقت زاده ارکین دایر به فعالیت این جماعت معلومات مختصر داد. مهمانان همچنین از آثارخانه تاریخ و مدنیت شهر پنجکند و پنجکند قدیم دیده نموده از تاریخ این موضع سیاحی معلومات های مفصل دریافت نمودند. سپس مهمانان به جماعت دهات کوستراش رفته با فعالیت کارمندان این جماعت نیز آشنا شدند. اشتراکچیان کورس سیاری آموزشی در ادامه سفرشان به شهر پنجکند از کاخ لایق نیز دیده نمودند و توجه آنها را نقش و نگار این بنا به خود جلب نمود. همچنین مهمانان از مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوریوی تاریخی و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی دیدن کردند. اینجا کارمند آثارخانه روح و فیروزه اید فعالیت آثارخانه به مهمانان معلومات مفصل داد. سنه 25 سپتامبر کورس سیاری تجربه آموزی در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر جنبست گردید. در جنبستی کورس معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده، معاون دیرکتور دانشکده تکمیل اختصاص و بازآموزی خدمتچیان دولتی عبدالخالق سفرف و سردار شعبه تحصیلات خدمتچیان دولتی میرشراب ناصیرف اشتراک و سخنرانی نمودند. در جنبستی کورس 28 نفر رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات شهر پنجکند، نوحیه‌های عبدالرحمن جامی و روشان با دستور بسنجش صاحب گواهنامه گردیدند. گزارش صبرین اکرم و شهرستان سولیحف. در دوره نقشه کاری کمیجره حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، ملاقات نوبتی رئیس کمیجرویه عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده با استادان و دانشجویان کالج آموزگاری برگزار شد. در دوره نقشه کاری کمیجرای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، ملاقات نوبتی رئیس کمیجرای عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده با هیئت استادان آموزگاران و دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکند برگزار گردید. در ملاقات جانشین دیرکتور کالج آموزگاری خال محمد کوچوف، دیکن فکلته ریاضی و پیداگوگیکا طالب جان شخیموف و دانشجویان این برگاه معرفت شرکت ورزیده، برای تشکیل چنین ملاقات و صحبت ها عرضی سپاس نمودند. رئیس کمیجرای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده ضمن سخنرانی خیش نخست نقشه کارهای ترغیباتی را در بین اهالی و جامعه های مهنتی از جمله چنین شرح داد. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند تصمیم گرفت است که در ایام تجلیل 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشگوی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکرات تاجیکستان محترم امام علی رحمان اوید با موضوع های مهم روز از جمله پیشگیری پدیده های نامطلوب در جامعه،
بلند برداشتن حس ملی و وطن دوستی جوانان، حفظ ارزش‌های ملی و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور، تحکیم صلح و وحدت، جلب جوانان به معرفت نوکی و علم و دانش اندوزی، سفربرسازی به کارهای آبادانی و سازندگی و فایده‌ناک جمعیتی با جوانان سلسله ملاقات ها دایر نماید. استادان دانشجویان کالج آموزگاهی شهر پنجکنت در این ملاقات اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون بلند برداشتن نقش جوانان در جامعه، معرفت سیاسی و حقوقی، زیرکی و همزمان آماده بودن جهت حمایه مرز و بومی وطن، پیشگیری از همه گونه ظهورات نامطلوب ارزیابی کردند. دستور و فرمان سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و سرمشق کار خود می نمایند و من باوری دارم که جوانان ما چون تمام جوانان جمهوری تاجیکستان هم درباره آداب و اخلاق هم درباره خواندن دانش‌های نو بنا پیدا میکنند و در آینده در صف تمام جوانان مملکت استاده سهم خود را میگذارند و برای گلگل شکوفایی آبادی وطن عزیزمان سهم خود را میگذارند. ما باید در همه جوانان امروز همه مقامات های دولتی ما همه از جمله حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان همه کوشش ها و همه دستگیری های پیشوای ملت برای ما جوانان است و من گفتنیم که باید ما شکرگزاری و فخر از این دولت و فخر از این ملت داشته باشیم. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان جوانان را نیروی با اعتماد کشور می حسابند و ما جوانان دوران صاحب استقلالیت خوشبخت از آنیم که در چنین وطن آباد و زیبا و صاحب استقلال زندگی میکنیم و کار فعالیت میکنیم. در خاتمه این ملاقات باری دیگر تاکید کردید که امروز باید جوانان در اطراف سروری کشور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم تاجیکان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان متحد گردیده برای رشد و شکوفایی تاجیکستان سهم خویش را گذارند. طبق نقشه ملاقات و صحبت های رهبریت کمیژه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکنت در دیگر مؤسسه و کارخانه ها ادامه داده خواهد شد. در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 34 بخشیده به روزی روده که محفل ادبی بدیعی با تشبث آموزگار علاشی معارف و علم جمهوری تاجیکستان مهین ابوخان و دایر گردید. گزارش فیروزه ادیلزاده و دلاور البردیف موضوع را پیگیری می کند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 برای تربیه غایوی خوانندگان آموزگاران اهمیت جدی می دهند. این است که بخشیده به صحنه‌های تاریخی اینجا چاره‌بینی های ادبی بدیعی برپا می گردند. با تشبث آموزگار ورزیده با خان و مهینه در مؤسسه محفل ادبی تحت عنوان سردفتر ارباب فضل برپا گردید. خوانندگان درباره ترجمه حال و میراث ادبی استاد ابی عبدالله رویدکی معلومات مختصر دادند. سپس در ستایش پایگذاری شعر فارسی تاجیکی گفتارها پیشکش گردیدند. غزلهای استاد از طرف طالب علمان در چاره‌بینی با مهارت قرائت گردیدند. صحنه از روزگار رودکی نیز خیلی دیدنی بود. بزرگان در ستایش سابقران شاعران ابی عبدالله رودکی سخنان پرحکمت ایجاد کردند که از شهامت و شهرت این شاعر ناموری عصریده درد می‌دهد. برای خوانندگان سخنان پرحکمت ابی عبدالله رودکی راهنمای حیات می باشد. این جهان را نگرد با چشم خیرد، نیبدان چشم کندر او نگرید، همچو دریاست و از نکرکاری کشتی ساز و بدان سازید. تا جهان بود از
سر آدم فراز، کس نبود از روح دانش به نیاز، مردمان به افراد اندر زمان، روح دانش را به هر گونه زبان، گیرد کردن و گیرانی روشن، تا بسن اندر همه دین باشتن، دانش اندر دل چراغ روشن است، بس همه بر برکنی تو جشن است. محفل ادبی بدیع را سرودها از اشعار استاد خاطرمان گردانیدند. خوانندگان از برگزاری این محفل یک جهان معنی برداشتند و حس افتخارشان نسبت به چهره های نامور ملت زیاد شد. تماشاگران عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام میرسد. یادآور میشویم که شما همچنین میتوانید برنامه اطلاعاتی پیغام را از یوتیوب کانال موتیویسی ما تماشا نمایید. تا برنامه های نوبتی، سلامت و سربلند باشید.